فصل 28. بعد از روز سبت در سپید دم صبح روز یک شنبه، مریم مجدلیه و آن مریم دیگر به دیدن قبر رفتند. ناگاه زمین لرزه شدیدی رخ داد، زیرا فرشته خداوند از آسمان نازل شده به سوی سنگ آمد و آن را به کناری غلتانیده بر روی آن نشست. صورت او مثل برق می درخشید و لباسهایش مانند برف سفید بود. از دیدن این منظره نگهبانان از ترس لرزیدند و مانند مرده به زمین افتادند. آنگاه فرشته به زنان گفت: نترسید، می دانم که به دنبال عیسی مصلوب می گردید. او اینجا نیست، چنان که خود او قبلا گفته بود پس از مرگ زنده گشت. بیایید و جایی را که او خوابیده بود ببینید و زود بروید و به شاگردان او بگویید که او پس از مرگ زنده شده است و قبل از شما به جلیل خواهد رفت و شما او را در آنجا خواهید دید. آنچه را به شما گفتم به خاطر داشته باشید. آنها با عجله و ترس و در این حال شاد و خوشحال از قبر خارج شدند و دوان دوان رفتن تا این خبر را به شاگردان برسانند. در ضمن راه ناگهان عیسی با آنان روبرو شد و گفت: سلام بر شما. زنان جلو آمدند و بر قدمهای او به خاک افتاده در مقابل او سجده کردند. آنگاه عیسی با آنان فرمود: نترسید، بروید و به برادران من بگویید که به جلیل بروند و در آنجا مرا خواهند دید. وقتی زنان در راه بودند، بعضی از نگهبانان به شهر رفته آنچه را که اتفاق افتاده بود به سران کاهنان گزارش دادند. سران کاهنان پس از ملاقات و مشورت با مشایخ پول زیادی به سربازان دادند تا اینکه آنها بگویند شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم جسد را دزدیدند. و نیز افسودند: اگر این موضوع به گوش فرماندار برسد، ما خودمان او را قانع می کنیم و نمی گذاریم که شما به زحمت بیفتید. پس نگهبانان پول را گرفته طبق دستور آنان عمل کردند و این موضوع تا به امروز در بین یهودیان شایع است. 11 شاگرد عیسی به جلیل، با آن کوهی که عیسی گفته بود آنان را در آنجا خواهد دید، رفتند. وقتی آنها عیسی را دیدند، او را پرستش کردند، هرچند که بعضی در شک بودند. آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود: تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند. و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم.